من خدمت دوستای عزیز و نازنینم سلام عرض میکنم دو مرتبه و جلسه امروز واقعا مهمه، چون همه ما گرفتار این جلسه هستیم. قضیه ارتباطات و شاید بیشتر از دو جلسه وقت بگیره. من نمیتونم، یعنی احتیاج به مقدمات داره، احتیاج به کارهای اولیه داره و بنابراین مجبوریم که بیشتر وقت بذاریم. میدونیم که ارتباطات میتونه سرچشمه دردها و رنجها باشه یا سرچشمه لذتها و شادیها، و این یک واقعیته که مطالعات زیاد نشون میده که چیزی بیشتر از یک رابطه دشوار سبب ناسامانی در اشخاص، مخصوصا کسانی که زیر یک سقف زندگی میکنن، نداره، چون دائما مصدر کشمکش و درگیری و دشمنی میشه. و برای این خیلی تأثیر قابل توجهی پیش از هر عامل دیگه روی سلامتی و سعادتمون داره، چون حتی اگه همه چی داشته باشیم، هر چی در دنیا داشته باشیم، بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین بزرگترین ثروت، نمیدونم شهرت، قدرت، ولی به درد نمیخوره اگر که ما اینا رو در یک رابطه ای بایستی معنی بکنیم. چه فایده داره اون خونه برای کیه؟ میخواد پوز بده یا میخواد با یک کسی در اون زندگی بکنه؟ بنابراین رابطه در این مواقع نشون داده میشه، و هر قد که این روابط نزدیکتر باشه یا انرژی ما رو میگیره یا به صورت منفی یا مثبت. شما کارتون بکنید وقت گلوارون شد دیگه. مرسی. نمیدونم چرا اینجا بردنشون، ولی خب و بله، و جالب اینجاست که این عنصری که مثل هوا ما در اون زندگی میکنیم خیلی بهش کم بها میدیم، یعنی یا فکر میکنیم که بابا خودش درست میشه یا درستت میکنن. خیلی شنیدیم نه، اول که ازدواج کنن درستش میکنن. چطور درستش میکنیم؟ یا اینکه خود به خود خودش خوب میشه و از این چیزا. و الان میبینیم که نتیجه اینه که آمار طلاق به بالای 60% رسیده، یعنی یک چیز بسیار عجیبیه. یعنی اگه مثلا ما یک کشاورز باشیم، یه 100 تا درخت بخریم و بکاریم، 60 تاش خوش بشه، نمیدونم اینایی که چیز موسوقه، 30 تاش هم که اینایی که چی میگن سپریتن، اونا هم مریض باشن، یه 10 تاش هم علیل و این کشاورز یا کشاور بلد نیست چطوری درخت بخره، یا تربه‌ای که توش گذاشته خرابه، یا جای بدی گذاشته، یا آب بهش نمیرسه، یه مشکلی باید داشته باشه. برای چرا بایستی اینقدر زیاد مثلا چیز طلاق، آمار طلاق بالا باشه؟ یه استادی که الان 70 ساله میتونی شما توی تد ببینید، طول کشیده و هنوزم هستش، نشون میده که عوامل مهمی که باعث سعادت آدم میشه نه همون شهرته، نه پول زیاده، نه فرزندان زیاده، هیچی از این چیزایی که تقریبا عواملی که گوشته بودن هیچ کدومش نیومد جز این که روابط، یعنی روابط یکی از مهمترین عواملی که سعادت میاره واقعا. و به خاطر این امروزه ما این مسئله خیلی به صورت جدی طرح شده با اصول علمیش، و یک بار من بر شما شرح دادم ولی الان شاید مفصل‌تر بگم که دکتر گاتمن با دوستاش در دانشگاه شیکاگو یک تحقیق رو کردن درباره آپارتمان‌های عشق، یعنی این الانی باعث شد که چندین کتاب دربارش بنویسن، و این تحقیق میخواست، مدت ها طول کشید، میخواست ببینه که به چی ربط داره این رابطه، به چه چیزایی باعث میشه که رابطه خوبه یا بده.
و کاری که کرد یک صاف به حساب ریپورت هایی به یه عده اشخاص که ازدواج کردن داد و از اونا یه مقداری رو انتخاب کرد و بهشون یه مقدار پول داد و بردشون اینا رو ویکندا برای 3 ماه 4 ماه در یک آپارتمانایی که ازشون پذیرایی هم می‌کردن، سرویس هم بهشون می‌دادن، ولی در عوض تحقیق بود و اینا به جز دستشویی و اتاق خوابشون همش یک آینه های یک طرفه داشتن که پژوهشگرا بشینن اون پشت و ببینن چیکار میکنن. و طبق این تحقیق سه سبک رابطه رو پیدا کردن که یکی رابطه که به هم میتازن به هم، یکی اینکه به هم توجهی ندارن، به هم دیگه مهم نیست براشون اون مثلا این رابطه، و یکی دیگه که خیلی همدیگه رو توجه دارن. یعنی مثلا اگر که خانم بیاد توی اون آپارتمان و از شوهرش بپرسه که عزیزم میشه بریم سینما، این که میتازه مثلا میگه بازم که تو فقط همش رو روک شدی، فقط میخوای بری این ور و اون ور و اینا، یه خورده بشین سر جات کار، یک قضایی بپز، یک کاری بکن. این نوع اولشه. نوع دومش این که مثلا آقا داره کار میکنه، همون خانم میاد میگه میشه ما بریم سر خدا سینمایی یه جایی، میگه سرش سر کارشه، میگه شام چی داریم، یا مثلا میگه به بچه ها تلفن زدی ببینی اومدن یا نه، مثلا حل نمیذاره. مثلا این نوع سبک دوم رابطه. سبک سوم همون آقا نشسته داره کارشو میکنه، خانم میاد میگه من خیلی دلم تنگ شده، میشه بریم ما سینما، اون آقا هم یا اون خانم فرق نمیکنه، با نگاهش به محبت آمیزش با اون خانم میگه عزیزم میدونم که تو دل تنگ شده، حوصله از طرف ده، میخوای بری سینما و چقدر خوشحالم که منم داری دعوت میکنی با خودت، فیلمی که میدونم دوست داری و منم دوست دارم، ولی خیلی من متاسفم که از تمام این وقتا من دوشنبه باید این پروژه رو بدم، نمیتونم، میشه ما یه 2 روز 3 روز دیگه بریم، خیلی من نگرانم ناراحتم ولی مجبورم. یعنی در این ستا همشون نرفتن ولی نوع اینا خیلی فرق داشت با هم دیگه. یعنی و این به این معنی نبود که مثلا توجهش کرده این آقا و یه چیزی برآورده، ولی به اینه که در این توجه سبب الفت بین این زن و شوهر میشه و سبب یک بافتریزی رقیق‌تری بین این دوتا میشه. بنابراین ما میبینیم که این رابطه با یک مثل بقیه شیوه های درست زندگی با یه قرص و با نمیدونم یه دوا خوب شدن نیستش. این احتیاج به یک آموزش خیلی تدریجی داره، تلاش مستمر، حوصله، صبر و باید زحمت بکشیم به هر صورت تا اینکه رابطه صحیحی داشته باشیم، چون رابطه یک موجود زنده است و اگه بهش نرسیم، یعنی اگه اون صمیمیت ایجاد نشه، بازم مثل اون گیاه یا میمیره یا اینکه خوش میشه یا اینکه نه پروبارش میگیره و زنده و شاداب میشه. و حالا ما پس باید ببینیم که چه چیزی باعث این رابطه ها سبب نگرانی و استراب میشن یا سبب آرامش و سعادت. تا حالا از اوکی؟ پس این سوال مهمه، ولی سوال خیلی سختیه، چون اندازه بشری که رو دنیا هست پیچیدگی هست، هر بشری یه نوع و خیلی سخته که ما بنابراین احتیاجی به توضیحات اولیه داریم که خیلی 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 مهمه. و اگر که شما یک ساعتی رو با من تحمل بکنید و گوش بدین، فکر میکنم بتونید بفهمید که چرا این روابط ها اینقدر ایجاد مشکل میکنه. واقعا خیلی این
هم تحقیقاً از لحاظ علمی چیز شده، ثابت شده و هم الانی خیلی شایع شده. از روزی که این فانکشنال امارای اومده میتونن ببینن این مغزای مختلف و وقتی که راحتن، استراب دارن، ناراحتن، اینا همش دیگه الانی داره خیلی آشکار میشه. حالا ما وقتی که متولد میشیم جسمن، ما وقتی متولد میشیم با یک لوح ژنتیکی که هر کدوم ما یه جوره، بستگی داره به جد و آبادمون، به متولد میشیم و این تولد ما که در حقیقت این وجود ماست، ذات ماست و خیشتن ماست، خیشتن واقعی ماست، اینو این مال خودمونه، مال خودمونه و حالا جزی از هستی جایی این با ما میاد و این خیشتن واقعی در یک محیطی واقع میشه. محیط هم مختلفه، ممکنه یه محیط خیلی بسته باشه، یه محیط خیلی باز باشه، محیط ها بنابراین دو چیز فیزیکی یعنی لوح ژنتیکی و محیط که هر دو فیزیکن باعث میشن اینا با چی میگن در بدبستان این دوتا یک عامل غیر فیزیکی به وجود میاد که ما بهش میگیم ذهن، ذهن یا مایند. و این ذهن که غیر فیزیکیه ولی روی ماده تأثیر میتونه بذاره و این ذهن که روی مغز و روی بدنمون اون به حساب تأثیر داره، حتی بعد از مرگم باقی میمونه در ابعاد مختلف ما، مثل مثلا بتهوون یا نمیدونم حافظ یا سعدی، اینا هنوز تقریبا زنده با امان و ما میمیمشون. اما تولد روانی ما اون وقت شروع نمیشه. تولد روانی ما اصولا بعد از 6 ماه شروع میشه و این 5 سال اول زندگی بسیار بسیار تأثیر مهمی داره روی روان و تربیت بچه. در 6 ماه اول بچه هنوز از مادر به اون صورت جدا شده ولی روانن جدا نشده، اینا با همن هنوز و این بهش میگن سیمبیوسیس، یعنی اینا با هم دیگه هنوز هم حسی دارن و اعتماد بچه اون وقت تازه شروع میشه. ولی بعد از 6 ماه بچه شروع میکنه مغزش به سیم کشی و به اتصالات که از به حساب محیط یک چیزایی رو بگیره، یک نشانه هایی رو بگیره که آیا این محیط که من اومدم امنه، به من میرسن، احتیاجات من رو برآورده میکنن یا اینکه نه این محیط به نظر میاد که ناامنه، خشنه، توقعایی که دارم ایجاد نمیکنن یا اینکه نه خیلی هرج و مرج، یه ساعت به من میرسن، یه ساعت به من تشر میرن، یه ساعت به من غذا میدن، یه وقت منو گشنه میذارن. بنابراین یا محیط امنیه برای بچه یا محیط ناامنه یا محیط هرج و مرجه و این شخصیت‌های متعدد می‌سازه، نیست اینطور؟ یعنی بستگی به جا، مکان، لوح ژنتیکی و محیطی که بچه توشه انواع شخصیت‌ها چیز میشه، متولد میشه در حقیقت. و اگر که این انواع شخصیت ها یک لایه هاییه که دور این خیشتن واقعی رو شروع میکنه پیچیدن، مثل یک پیازی چطور که وجود داخله و لایه هایی دور اون پیچیده میشه، این شخصیت که به وجود میاد این کارو میکنه. و اگه همون که گفتم دورورش امن باشه، خواستهاش برآورده بشه و با اشخاص مهربانی که بهش محبت بکنن این چیز بکنه، به حساب یک شخصیت متعادلی میشه.
شخصیت متعادلی که نیازهای بیرونیش براش دیگه انقدر مهم نیست، چون اون نفس داخلش آرومه، راحته و اون چیزی که میخواد به حساب به دست آورده. بنابراین راحت بعدن خودش با این امنیتی که پیدا کرده بعدن به دیگران هم امنیت میده، به دیگران هم راحتی میده و تجاوز و خشونت و نمیدونم سرکوب اصلا در مرامش نخواهد بود، چون اینطوری تربیت شده. ولی تن که به عکس شخصیت هایی که ناامنن یا شخصیت های نامتعادل ما بهشون میگیم، اینا با ورودشون به یه محیطی که بسته است و ناشناخته است و برای نیازهاشون بی‌تفاوت مردم، یعنی اونایی که اولا بی‌تفاوتن، طبقه‌های سنگین و سرد با طبقه مواجه میشن و برای اینه که با این جهان به حساب سرد و خشن که کنار بخوام بیان، به یک صورت یه محیط ترسناکی اینو میبینن این محیطو، و لذا به جای روانشناسی رشد از روانشناسی بقا که همون فرار یا گریزه استفاده میکنن. و برای این جهانی که میخواد اونا رو سرکوب بکنه به نظر خودشون، که همون والدینشون یا اشخاصی که اولی هستن و به حقوقش تجاوز کردن یا اینکه به زندگیش بی تفاوت بودن، حرمتی براش نداشتن، این یک پیام درونی میشه که با این وضع به سه طریق به دنیا نگاه میکنه. یا اینکه این به حساب گوشه نشین میشه، عزلت میگیره، ما دیدیم مثلا خیلی هستن تا باشون صحبت میکنه، مثلا زن با شوهر صحبت میکنه، فورا یه درگیری باشه، فورا میره توی به قول اینجا توی غار خودش، دیگه حرف نمیزنه، چند روزی حرف نمیزنه و ناراحت و چی. بنابراین یا اینکه منزوی میشه، یا اینکه مغلوب و مچاله میشه و برای اینکه این مچاله شدنش رو حفظ بکنه یا حمایت بکنه، میره زیر یک قردوری که اون قردور بتونه از اون حمایت بکنه در حقیقت، و جز لشکران اون قردور میشه که به هر صورت هر کاری که اون بکنه این خودشون بتونه نشون بده، در یک جایی این شخصیتشون نشون بده در حقیقت، و جز سپاهیان اون بشه و به وقت مناسب به این جهان بتازه در حقیقت. طبقه سوم یه سلطه‌جو میشن و این سلطه‌جویی بستگی داره به انواع مختلف، ولی بعضیاشون بسیار قوی هستند و هر مانعی رو از جلوشون ور میدارن. ما دیدیم در به حساب تاریخ که یک رهبرای خشنی متولد شدن مثل هیتلر و استالین و صدام و غیره، و اینها یک شخصیت‌های نامتعادلی هستند که به حساب یه فجایع تاریخی رو به وجود میارن در حقیقت، به خاطر جای ناامنی که به دنیا اومدن یا جایی که هرج و مرج داشتن. و در این جهان با این شخصیت‌های نامتعادل که بیشتر تقریبا میشه گفت اکثریتن، اشخاص متعادل خیلی بد جوری از ارزیابی میشن. اونا رو به عنوان اشخاص بی ارزه، نمیدونم بزدر، نمیدونم بی لیاقت، اونا رو معنا میکنن. و خودم بارها شنیدم این چیزها رو که مثلا چرا پول نمیگیری، چرا عرضه نشو، یه خورده نمیدونم یه خورده داری جون میکنی، یه چیزی دیگه بیاد، و از این حرفا، و فکر میکنن که دنیا فقط با پوله و با زوره و با زر و زور و تزویر این ستا دنیا رو داره میچرخونه در حقیقت. حالا ولی این به این معنا نیستش که ما همینطوری میمونیم، اونطوری که اومدیم به دنیا میمونیم، چون این خیلی بعدا ناراحت کننده است، یعنی ما طبق ژنتیکمون هستیم و طبق محیطمون. ولی کن که نه، چون
در محیطی که ما به دنیا میاییم با یک ابزار و استعدادی میاییم، یعنی به ما داده میشه که سعی میکنیم در اون محوطه وجودیمون اگه ما اونا رو پیدا بکنیم و اونا رو رشد بدیم میتونیم همه چیزا رو تقریبا تجربه بکنیم و در اون محوطه وجودیمون اون مبانی علوم و نمیدونم هنرها و اخلاق تو فطرتمون هستش و میتونیم اونا رو به حساب رشد بدیم و تقویتشون بکنیم. بنابراین برای خاطر که این کار رو بکنیم ما بایستی از مناطق مختلف مغزمون به حساب استفاده بکنیم که من پارسال بس که گفتم اینو، ولی که چون این خیلی خیلی بستگی به این داره دوست دارم که دو مرتبه من اینو یه مقدار بازش بکنم برای اشخاصم که اینجا نبودن. ما مغزمون یک ساختمان سه طبقه است که طبقه اولشو مغز به حساب میگن حیوانی یا رپتریان، یعنی برای خزندگاست. اولی که با تکامل شروع شد خزنده ها و اینا ماهی ها و اینا بودن، بنابراین اینا تقریبا 300-400 میلیون سال پیشه و اینا دیگه افتاده، یعنی پخته شده در ما. ما اینا رو داریم با خودمون به ارث بردیم و اینا در ما پخته شده. بنابراین همین کارهایی که اونا میکردن ما هم داریم میکنیم. اونا 4 کار در حقیقت میکردن. یک کار اولیشون که این راز بقای ماست در حقیقت، که اینجا من بگم این مغز حیوانی و اینجا مغز هیجانی، مغز حیوانی ما 4 کار میکنه. یکی این که اعمال زیستی که خودکارن، مثل قلب میزنه، ریه کار میکنه، همه معده خودش گوارش میکنه، ما دخالتی در اون نداریم، خودشون خود به خود این اعمال رو انجام میدن. دوم هجوم و فراره، چون مرتب اینا یا خورده میشدن یا باید بخورن، تا یک کسی بهشون حمله بکنه اینا باید یا حمله بکنن یا در برن. سوم ترسی، مرتب در ترسن، در ترس و واهمه اینا زندگی میکنن و بنابراین استرس دارن و این استرس ما اکثرش از اینجا شروع میشه. و چهارم که ریپروداکشن یا جفتگیریه و خیلی ها ما دیدیم اشخاصی که به همین چیزا مشغولن، کار دیگه ای نمی کنن. اینایی که کریمینارن یا اینایی که میرن ریپیستا یا اینا، کارشون فقط اذیت کردن و ترسی که از زندگی دارن میذارن که مرتب این چیزایی که معتادن، اشخاص که معتادن و حالا این زیر بناست در حقیقت. این چیز لیمپیک سیستم یا مغز هیجانی ما، این از پستانداران شروع میشه، یه عاطفه و هیجانی داره، بنابراین به خاطر این هیجان و عاطفهش مثل یه دونه طفل کوچولو باید همیشه آدم مواظبش باشه، توقعش بکنه، نازش بکنه که مبادا این ناراحت بشه. و به سبب این احتیاج به تفقد و عنایت داره و بهش میگیم عاطفه. حالا این نمیدونم چی بنویسم اینجا، ولی احتیاج به عاطفه و شفقت داره. و دوم این که به صورت عادت و روزمرگی کار میکنه، یعنی ما خیلی همون از صبح که بلند میشیم همون کارا رو میکنیم تا شب، دیگه بدون اینکه فکر بکنیم ما فورا همون کارا رو انجام میدیم و مغز ما رشدی نمیکنه چون ما همون کارا رو داریم انجام میدیم، بنابراین فقط بیشتر شدت پیدا میکنه. پس روزمرگی
و عادت. سوم این که مرکز حافظه کوتاه مدت ماست، چون در این حیوانات احتیاج به حافظه دراز مدت ندارن. میبینید که حتی بچه های کوچولو یه کاری میکنن دو روز دیگه یادشون میره، حیوان ها هم یه خورده الان یه کاری میکنن دو ساعت دیگه یادشون میره. بنابراین این حافظه کوتاه مدت اینا تمام این ارتباطات رو جمع میکنن، در حافظه شون میذارن، در یک جایی بایگانی میکنن، ولی کن این بایگانی شده کم کم از بین میره، دیگه نمیره به مغز پیشمونی. بنابراین این مرکز حافظه کوتاه مدت مرکز همون عاطفه و احساسات اینا، این خیلی مهمه عاطفه و احساسات، چون همونطور که گفتم اگه عاطفه نبینه احساس نبینه بدبین میشه، وقتی بدبین میشه یک چی میگن خیلی حسود و غیور و چیز میشه، میخواد اذیت بکنه، یعنی کارایی میکنه که چی میگن که شما تحملش نمیکنید، خیلی کارای چیزی میکنه. یعنی با استرابه. و چهارمیش اجتماعی بودنه. بنابراین اگر که تنها بمونه، چون خیلی اجتماعی، تنابونه دوباره استرس میگیره، و وقتی که استرس میگیره و بدبین میشه و مضطرب میشه سعی میکنه که اذیت بکنه. حالا این دوتا با همدیگه چون یک استرس، یک انرژی پروسس نشده است، اگه ما اونا رو هدایتش نکنیم، این استرس رو میره یه کارهایی که نباید بکنه میکنه، کارهایی که هدایت نشده کارهای خرابکاریه، ولی اگه اونا رو هدایت بکنیم در حقیقت برامون یه چیزای مفیدی انجام میدن. برای این ما احتیاج داریم بریم به مغز پیشانی، که مغز پیشانیمون پریفرونتال کورتکس، که ما اینو بهش میگیم مرکز انسانیتمون، یعنی از اینجا انسانیت شروع میشه در حقیقت، بهش میگن پریفرونتال کورتکس یا اینکه مغز انسانی. مغز انسانی ویژه هاش رو من پارسال گفتم، 9 تا ویژه های مختلف داره، ولی کن که شما مثل اینکه امروز از تلویزیون استفاده نمی کنید؟ نه خیلی ممکنه اون کلیپورد رو وسط بذارید؟ بله من بیام کمک؟ نه فکر کنم بتونم. خب اولین کاری که مغز انسانی برای ما میکنه یک هدف و معنایی رو برای ما چیز میکنه، میسازه. پس اول هدف و معنا. دوم چیزی که میسازه سلف نوینگ، یعنی خودآگاهی یا خودشناسی. خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی من از اون خیشتن حقیقیم خبر دارم، یعنی من خودم رو میشناسم، به خاطری که در جایی که من نسبت به دنیا اومدم
یک جای امنی بوده، یک پدر مادر مهربانی داشتم و به من اون قوت رو دادن که به من گفتن که من هر چیزی که احتیاج دارم در خودم هست و اگر یک نفر از خارج بیاد مثلا به من بگه چقدر دماغت بزرگه مثلا میگم، یا چقدر زشتی، یک دفعه گر نمیگیرم، بر نمیگم که خودتی، میگم که تو دل خودم، میگم که اتفاقا مادرم وقتی من کوچک بودم با عشق به من میگفتش که میدونید اگه یک کسی بهت گفت دماغت بزرگه برای چیه؟ به خاطر اینکه از تو حسلی میکنه، خوب نفس میکشی، مثلا میتونی بیشتر نفس بکشی، یا این مهم نیستش شکل، تو داخلت خیلی مهربونه، داخلت این چیزایی که این مادر یا پدر یا اون پرستار به بچه تلقین کردن، اینا درونی شده و به بچه یه قوت قلبی میده که خودش لایقه، لیاقت داره، احتیاجی نداره کسی از بیرون بهش چی بگن، در حال که خیلی هستن که تا یه نفر بهش این چیزی بگه فوراً احساس و عاطفه و همه چی به هم میریزه و کنفه کن میشه. ولی این خودآگاهی خیلی خیلی مهمه برای ما که ما از داخل خودمون خبردار باشیم و نذاریم یک کس دیگه روی ما تسلط پیدا بکنه. در حقیقت دیگه امپاتی یا همحسی، نه؟ امپاتی یا همحسی، همحسی یا با همدلی، همدلی. همحسی و همدلی این یکی از مهمترین ویژه‌های مغز پیشانیه، یعنی من درد تو رو حس میکنم، یعنی اگر که من تو رو میبینم یک ناراحتی داری، اون ناراحتی ناراحتی منه، اگر که من درد تو رو حس نکنم یعنی من مریضم در حقیقت، اگر که من مریض نباشم چطور میتونم تو در درد باشی و من راحت باشم؟ و این در حقیقت فکر کنم راز موفقیت خانواده ها، راز موفقیت همکارا، راز موفقیت تربیت بچه هاست که اینا رو با یک همحسی بزرگ بکنیم که بقیه حس بکنن که همه مثل خودشونن و همه احساس این احساس رو باید بکنن که مثل یه آینه میتونن بقیه رو در اون آینه احساس بکنن. چهارم، تعادل موتوری. تعادل موتوری یعنی اینکه یک دفعه ما از این حیوانای چهارپا روی دو تا پای کوچولو بمیسیم با یک عالم عضلات و وزن و بالانسمون هم نگه می‌داریم و این خیلی احتیاج داره واقعا به یک فیزیک خیلی قوی که بتونه این کارو بکنه. بنابراین این از مغز پیشانی فرمان می‌گیره که درست وایسا، بالانس داشته باش و نیفت. بعدن تعادل عاطفی. تعادل عاطفی یا تنظیم عاطفه بازم یکی از چیزای مهمیه که در همه زمینه‌ها به کار میره. تعادل عاطفی اینه که یک دفعه من فیوزم نترکه اگه یک کسی چیزی گفت، و خیلی هستن که شما نشستین باشون دارین قشنگ صحبت میکنی، یک دفعه یه چیزی، یه خاطره، یه چیزی میگید و اون طرف یک دفعه واقعا از چیز من خودم یادم این دفعه ما در ایران بودیم، خورنده های ایران بیشترشون اینطوری هست، قبلا حالا نمیدونم، ولی قبلا اینطوری ما رفته بودیم، من و همسرم نشستیم توی این تاکسی، داشتیم راه میرفتیم، چه آقای محترمی صحبت های قشنگی میکرد، داشتیم خیلی دوستانه با هم بودیم، یک دفعه یک موتورسیکلت اومد از پلوی ما رد شد، یه ادایی برای این دارنده در آورد، یه انگولکش کرد، ناگهان این راننده واقعا تبدیل شد به یک، شروع کرد فش دادن و دنبال این رفتن، هرچی ما میگیم آقا شما به بزرگی خودت ببخش اینو، تو خدا اینطوری نکن، آقا پدر
بیشتر شدن این پدر سوخته اینطوری به ما بیشتر دیگه هر چی ما میگه آقا تو رو خدا دیدیم این اصلا پایده نداره گفتیم آقا این پول میگه ما رو پیاده بکن الان شما این کار اصلا این کار با و اونم هر دقیقه دوباره میامد اینو دوباره انگولک میکرد و میرفت و این همینطوری اصلا ما نصف جونمون تموم شد به خاطر این چون تعادل چیز ندارن دیگه به حساب عاطفی نیستش یا اینطور یا اونطوری دفعه دیگه اینکه تنظیم ترس که دوباره یکی از این چیزایی که ما از بچگی با خودمون میاریم بالا مثلا اگر که یه کسی در کوچیکی یه سگی گازش گرفته نمیدونم نایتمراش میمونه تا عوض بایستی روانشناسی بیاد اینو یواش یواش ولیکن که میشه این همه رو این ترس رو با یک چیزای مخصوصی میشه اینا رو تنظیم کرده حقیقت دیگه مورالیتی یا اخلاقیات به معنی دین یا ریلیجن نیستش اخلاقیات به معنی این که من اگر که یک کار خلافی از من سر زد یا به یک کسی ظلمی کردم احساس ناراحتی میکنم منو به حساب به درد میاره و اگر که به یک کسی یک سنگی رو از پای کسی برداشتم یا یه مشکل کسی رو حل کردم منو یه خورده خوشحالم بکنه و این مورالیتی نبایست که فقط برای خاطر به حساب شوآف باشه برای نشون دادن باشه بایستی که من در خلوت خودم آنچه که درسته و صحیحه انجام بدم نه از ترس پلیس یا از ترس یعنی بایستی من یه کاری بکنم که هر روز کارهایی که میکنم فکر کنم که منو دارم توی تلویزیون نشون میدم آیا حاضرم من یه کار خلافی بکنم که بقیه ببینن اینو میگن اخلاقیات ولی اگر که مثلا یه کاری بتونم بکنم که بقیه منو به حساب خوشون بیاد شاید این ضد اخلاق باشه یه کار خلافه ولی دیگه ظرفیت ظرفیت توقف قبل از واکنش به این معناست که اگر که یک کسی مثلا توی دوباره تو رانندگی یه بوق گنده ای زد من فورا دو تا سه تا بوق گنده تر به اون نزنم که اونو بترسونم در واقع اینه که من خود تأمل بکنم ببینم من این کاری کردم چیز خلافی کردم که این بوق زد یا اینکه این بدبخت میخواد مثلا داره بوق میزنه که مثلا من مواظب باشم که تو خط باشم یا خیش واکنشم بعدم باشه نه اینکه فورا یه ریاکتی بکنم اون خودم رو بترسونم اون بترسونم و کار خراب بکنم بنابراین اینم خیلی خیلی مهمه و در حقیقت این یکی از چیزهایی که گذاشت روانشناسی در حقیقت روانشناسی اخلاقی یا روانشناسی جدید به وجود بیاد و چرا؟ چون این شخصی که یادم نیست اسمشو شخصی که یک شخصی بود که در به حساب در زمان نازی ها خیلی این پدر و مادر و همه کس و کارشو جلوش داشت هم می بردن به این مال چیز اتاق نمیدونم چی و این همون لحظه می بینه که هیچ چاره ای نداره همون آن گفتش که من الانی بازم من اختیار دارم که واکنش نشون بدم یا خودم رو نگه دارم و اینجا در اون لحظه این به حساب تئوری رو
توی مغزش بست و وقتی که اتفاقا نرفت خودشو نبردن، وقتی اومد به آمریکا این روانشناسی رو به حسابی کتابی نوشت که چطور میشه آدم به جای ریاکشن یک به حساب فانکشن نشون بده، ریاکشن و اون دومی یه اسم دیگه داره به هر صورت آره یادم رفت اسمش چیه دیگه. بازم ارتباطات دریافتی یا بهش میگن کمیونیکیشن، اتیون کمیونیکیشن یعنی مثلا من دارم میخوام به فکر یک کسی هستم، اون طرف هم به فکر منه، با هم دیگه یک رابطه برقرار میکنیم. و یا این که مثلا من نگاهت میکنم، میبینم حالتو درک میکنم، چون میبینم حالت مثلا صورت یه وقتی یه تغییر میکنه و در مغز من میگذره که این حالت صورت چرا تغییر کرد، و میبینم که مثلا پای شما به این لبه میز خورد که این تغییر رو در شما ایجاد کرد، و این تیون کمیونیکیشن به من میگه که حال یعنی حال شما رو دریافتن در حقیقت. ملاحظه میکنید دیگه تأثیر همخویشی که بسیار مهمه که شخص با اشخاص که یعنی یک شخصی که مثلا هیجان زده است و عاطفی، اگه دور و برش هم همشون هیجان زده و عاطفی باشن یک گنگ ایجاد میکنن، میان اینجا رو خراب میکنن. بنابراین خیلی مهمه که شخص اشخاصی که دور و برشه، اون شخص عاطفی یک شخصی که یه خورده به حساب متعادل، شخصیت های متعادل با اونا باشه که یه خود از اون چیزی یاد بگیره و اونا هم به حساب یه خورده چیزش بکنن، تربیتش بکنن یا بهش یه چیزی یاد بدن. و آخریش هنوز خیلی هستش، ولی اینایی که من به حساب میبینم که خیلی مهمه برای روابط، احساسات شهودیه، احساسات شهودی یا احساسات شهودی یا چیزی که شما مثلا در قلب و معده شما یک دونه سلسله اعصاب دیگری هست غیر از سلسله اعصاب که احساسات دیگه‌ای به شما میدن. ملاحظه میکنید یعنی یه حس باطنی دارید، میگیم ما یه حس باطنی داریم، این یه حس باطنیه که من حس میکنم که الان یه اتفاقی مثلا یه چیزی به نظر میاد که میخواد بیفته و بعدا میفته واقعا، و اینو بهش میگن احساس شهودی. گات فیلینگ آره، یا یه چیز دیگه هم هستش که میگن، به هر صورت حالا میاد اینتویشن برای اینتویشن یا گات فیلینگ یا چیزایی که به حساب از داخل نه از توی مغزه. حتی بعض وقتا توی خواب شما این چیزایی میبینید و یه اینتویشن هایی که بعداً ممکنه اتفاق بیفته. دکتر آمن خیلی معروفه برای روی تأثیر همخویشی و خودش فانکشنال مدیسین مال مغز رو در حقیقت در کالیفرنیا به وجود آورد. میگه سه چیزی برای چیز خوبه، برای به حساب ارتباطات، که یکی به حساب گود فود، یکی good friends و good working of the mind. که همون به حساب
good working of the mind یعنی همون چیزایی که به شما داریم صحبتش میکنیم یک نوعی مایند رو بایستی ما تربیتش بکنیم که ایجاد به حساب این چیزها رو همه رو در خودش داشته باشه خسته شدید؟ تا اینجا does it make sense؟ تا اینجا چیز تا حالا هنوز فعلا ما تموم نکردیم ولی اینطور اشخاص اینا یه چیز دیگه هم که سلف نوینگ ها خیلی مهمه این سلف نوینگ خودآگاهی بله سلف نوینگ خیلی مهمه چون اینا تحمل انتقاد دارن چون خیلی مهمه که شخص تحمل انتقاد داشته باشه چون خودش از خودش شوره از خودش مطمئنه با خودش برای هر چی بگن و این تحمل انتقاد خیلی میذاره آدم صبور باشه میذاره آدم متعادل باشه زیاد تحت تأثیره چون اگر که ما واقعا میخواییم یه رابطه خوب داشته باشیم باید اول خودمون رو بشناسیم در این جلسه ما داریم خودشناسی میکنیم در جلسه بعد اون طرف شناسی میکنیم طرف دیگر رو باید بشناسیم ولی این جلسه مهمه که ما اول خودمون بشناسیم برای چی این اتفاقات داره میفته چیزایی باعث میشه که اتفاقات بیفته حالا بعد از اینا ما میاییم به میفهمیم که شخصیت‌های متعادل و نامتعادل نه؟ این ما رو به این شخصیت های متعادل و نامتعادل میرسونه حالا شما به من بگید شخصیت متعادل یا نامتعادل از کدوم طرف مغزش به حساب رابطه برقرار میکنه دیگه خیلی معروفه الان آتوم نه اسم نمیاریم نه اسم نمیاریم نه من دارم میگم که مثلا شخصیت های نامتعادل بیشتر از لیمبیک سیستم استفاده میکنن نیست چون اینا همیشه در هیجانن در ترسن و نمیخوان تنها باشن دوست دارن که همیشه تقصیر رو گردن یک کس دیگه بندازن همیشه خودشون بدبختن قربانین چون اینطوری بار اومدن فکر میکنن که واقعا هیچ راهی نیست که اینا به حساب بقیه همیشه توقع از بقیه دارن و خیلی چیزای دیگه و اینطور اشخاص با چرا اینطوری هن؟ چون با اون خیشتنه حقیقیشون در چیز نیستن به حساب در تماس نیستن یعنی انقدر لایه مثل همون گفتم پیاز روی این وجود یا اون خیشتن حقیقیشون اومده که اینا یک خیشتن به یک خیشتنهای کاذبی چسبیدن یعنی این شخصیتهایی که پیدا کردن شخصیتهای کاذبه اون شخصیت اصلی یا اون خیشتن اصلیشون نیستش و این شخصیت های متعدد چون میخواد که مقبول باشه دوست اصولا هر شخصی دوست داره که مقبول و دوست داشتنی باشه و به خاطر اینکه این مقبول دوست داشتنی باشه مجبور که رو بازی کنه چون شخصیت اصلیش نیستش این شخصیت های کاذبه و این شخصیت کاذب در هر محیطی با هر کسی در هر جایی یه جوری خودنمایی میکنه که به حساب اون طرف رو جلب بکنه و
با این کارشون مرتب اینا هی رو پوش روی خودشون میدازن، هی رو پوش های اضافی اضافی اضافی، تا اینکه واقعا این رو پوش، این رو پوش ها انقدر ضخیم میشه که دیگه اصلا احساس خود با خودشون بیگانن، واقعا با خودشون بیگانن. به قول میگه مولوی چی که ز صرف کنم آن لحاف حیولانی، یک لحاف حیولانی میشه که نمیدون چیختی اینو بکنه که خودشون ببینه. و این منافذ اینقدر بسته میشه که شخص دیگه نمیتونه واقعا ارتباطی با خودش داشته باشه. و اینجاست که میگن، مولانا میگه موت قبل از فوت باید بشه، یعنی به خاطر که این لایه هاشو از این لایه های دروغی که برای تحسین خودش گذاشته یا اینکه برای اینکه بقیه دوستش داشته باشن گذاشته، اگر از اینا خلاص نشه این مرتب همین این بقیه پدر همه هم در میاره. و من اینجا یه دونه قصه چیز رو میگم، مولوی رو میگم در این باره، بعدا یه بریکی میگیریم. قصه مولوی تودی و بازرگان که خیلی قشنگه، خیلی زیباست و مطمئنن بعضی از شما هم میشناسیدش این قصه رو. این قصه اینه که یه بازرگان یه توتی داشت که این توتی خیلی هنرنمایی میکرد، خیلی شوخ بود، هر کی هر چی میگفت ادا در می آورد و این و خیلی با این خوش بودن این خانواده. یه روز این بازرگان خواست بره به تجارت هندوستان و به همه گفتش که چی براتون هدیه بیارم، هر کسی یه چیزی گفت اینو برام بیار اونو برام بیار. بعد توتی گفتش که به من از من نمیپرسی چی برام بیار، گفتش که نه چی میخوای برات بیارم، گفت هیچی فقط سلام منو به اونجا توتیای هندوستان برسون چون اونجا خیلی توتی هست. گفت باشه. رفتش به هندوستان و تمام ارمغانا رو آورد و کاراشو کرد و اینا که داشت که رد میشد از توی یک به حساب جاده‌ای که چندین توتی روی درختن و یادش اومد، گفت های توتی ها من یک سلامی برای شما دارم از دوستتون که توی خونه منه، توی یه دونه قفسه و خیلی خیلی دلش میخواد که شما رو ببینه و به شما سلام میرسونه. هنوز این حرف رو نزده یکی از این توتی ها پرپر میزنه و میفته زمین میمیره. این میگه ای وای خواهد چه بدبخت شد این، چرا من این کار رو کردم، این زبونه. و در نعت زبون خیلی چیزا نوشته مولوی که این زبون چه بلاهایی میتونه به سر آدم بیاره، چه کار کردم این زبون بریده رو از بین بردم و نمیدم. و حالا طولش نمیدم، برمیگرده به خونهش و هدیه ها رو به همه میده. توتی دوباره میگه پس هدیه من رو بردی دادی؟ گفت آخ یادم ننداست، نمیدونی چه بلایی به سر من آوردی تو با این هدیه. گفت چرا چی شده مگه؟ گفت نه هیچی نمیخوام بگم. گفت نه بگو چیه؟ گفت هیچی، من تا سلام تو رو بردم و گفتم یکی از این دوستات پر زد و افتاد و مرد. این تا هنوز این حرف رو نزده این توتی هم پر زد و افتاد و مرد. این گفت وای بدبخت شدم، چرا اینطوری، دوست منی تو، عزیز منی، چرا اینطوری شده اینا. یه مقدار گریه و زاری اینا، بعد مجبور شد این توتی رو برداشت و انداختش به بیرون. وقتی که انداختش بیرون توتی دفعه پر زد و رفت بالا، برای درخت نشست. و این بازرگان خیلی دفعه وحشت کرد، گفت چی شد؟ چرا تو پس این کار کردی؟ چرا پر زدی؟ چرا رفتی بالا؟ گفت هان، اون توتی که توی هندوستان بود و مرد به من یک درسی داد، گفتش که تو اگر که میخوای آزاد بشی و از این اسارت بیای بیرون باید تو بمیری، اگر که نمیری تو همین تو این اسارت نمیمونی. چرا؟ چون مرتب تو بایستی هنرنمایی بکنی برای اینکه تحسینت بکنن و از تو خوششون بیاد، تو باید مرتب این یک شخصیت کاذبی به خودت چسبوندی و این شخصیتی که داره تو رو اسیر کرده. هر وقتی که این شخصیت از این شخصیت تو مردی، خودتو آزاد میکنی. و من این کار که این به من این چیزو داد،
و من این کار کردم و الانی آزادم، چون دیگه احتیاج نیست که من اینقدر هنرنمایی بکنم و رربازی بکنم که شما رو شما لذت ببرید. من با خودم برمیگردم و ما هم بایستی اگر که بخوایم با خودمون واقعا ارتباط برقرار بکنیم، باید این لایه های دروغی رو دونه دونه بایستی از خودمون بکنیم. این که بعدا یک قصه دیگه قشنگم هست مال مثنوی که بعدا براتون میگم، و خیلی مثنوی مرتب در قصه هاش از این ذکر میکنه که این ماها اون نیستیم، ماها اون به حساب خود خودمون نیستیم که با هستی در تماسی، ما با یک لایه های دروغی که دور خودمون بستیم و خودمون رو فراموش کردیم و این لایه هات که داره به حساب هنرنمایی میکنه و ایناست که سبب خرابی ارتباط میشه. چون همش شما اگر که میخواید یه ارتباط واقعا واقعی داشته باشین، به خصوص برای اشخاصی که خیلی نزدیکن، نمیخواید اینقدر سطحی باشه، میخواید یه عمقی داشته باشه، میخواید که در وجود اون شخص نفوذ بکنه و اون شخص در وجودتون نفوذ بکنه. نمیخواید فقط ها رفتی اومدی چی خوردی چی کار کردی، اینا همه کس میتونه بکنه. هیچ یک چیزی که به حساب به شما ما رابطه رو این پیوند رو داریم که به ما یه اعتماد بیشتری بده، به ما یک قوتی بده و به ما یه استحکامی بده که بتونیم به حساب در جوار اون شخص زندگی بهتری شادابتری داشت باشیم، نه اینکه با این پیوند خودمون رو بدبخت بکنیم و تو سر هم بزنیم و با همدیگر اذیت بکنیم. و این تا الان این نصف داستانه و امیدوارم که خورده شما استراحت بکنید که بعدم بتونیم ادامه بدیم. شما سوالی دارید، حرفی، یه چیزی هم شما بعدم دفعه دیگه شما باید خورده صحبت بکنید بگید. روابط سطحی یه مقداری این پولیتیکلی کورکت کار خراب نمی‌کنه؟ بستگی داره اگه شما اون پولیتیکلی کورکت رو در همون سطح بگیرید یا اینکه میخواید طرف رو به حساب چی بستگی داره، نیش بزنید اذیتش بکنید یا الان میخوام بگم یعنی خیلی چیزا همینطوری تو سطح میمونه به خاطر اینکه جامعه یه چیزایی رو میگه که نه اصلا راجبش حرف نزنیش نه این تو نخش. میخوام بگم آدم ها خب اون لایه هایی که دارن خیلی چیزا هستش، اگه که هی بگیم نه این تیکر اصلا راجبش حرف میزنیم اینا نه قضیه توی رابطه خانوادگی اینا رو نمیگم، ولی توی اجتماع سخت‌تر میشه که آدم یه آره، ولی قضیه مثلا رابطه با این اینا چیزای سطحیه، ولی در اون رابطه که شما با یک همکاری دارید یا با یک دوستی دارید یا با یک مثلا خویشاوندی دارید، از اینا باید بگذره، از این سطحیات باید بگذره، بایستی شما اون شما رو درک بکنه بدون شما در چه لبری هستید و شما هم اون رو درک بکنید. ولی خب بله همین چیزا میشه تبلیغات و که الان ماشاءالله هم این کار رو بکنید اون کار رو نکنید، این چیز و این نهایت هم نداره و اینا همش دور همون چیزای دروغی سطحی میگذره. بعد اگه من بگم نفهمیدم چی گفتی؟ نه چی گفتی؟ من متوجه نشدم اصلا. این تیکه آخر میگی؟ نه اصلا سوالش رو متوجه نشدم. اما سوال سوالش اصلا متوجه نشدم. مثلا پولیتیکلی آره. کورکت خیلی چیزا اصلا نباید توی جامعه بهتون میگه بعد از یه مدتی بنظر من یه سری چیزا تابوه اصلا نباید راجبش حرف بزنیم. شما میگه اگه که نباید راجب سنش، نه راجب خانوادهش، نه راجب مذهبش، نه پالیتیکسش، نه نفهم و آخرش میمونه اگه بریم واکینگ بکنیم و هوا خوبه، let's go for a walk،
چجوری میتونی اونطوری خیلی عمیق‌تر هم میگه؟ ولی اینا همین که گفتم در سطحه، چون اگر که شما رابطه عمیقی داشته باشی، اینا در همون مثلا اینجا یک میتینگ که من هیچ کس رو نمیشناسم، خب البته نمیگه، ولی مثلا من که شما رو میشناسم میتونم راحت باشم، میتونم خودم رو به حساب اون چی که هستم، شما باید من رو بشناسی تو الان و منم باید شما رو بشناسم. بنابراین اگر من حرفی زدم که politically incorrect مثلا بگم درباره سن شما یا درباره مثلا رنگ پوست کسی، اینا نمیاد باعث بشه که این رابطه عمیقی که مثلا ما مدت ها با هم بودیم و همو دایی حدی شناختیم، اینا مهم نیستش. این چیزا مهم چیزای دیگه ایه که من و شما رو با هم از اون داخل متصل میکنه. یعنی مثلا میگم اگر که یک کسی بیاد و بگه لاله مثلا اینطوری این کار کرد، من این بر من خیلی میگه کسی را که صحبت بود در میان به بهترین وجه و وصفش بخوان. من جلوی اون وای میسم میگم ببخشید، شما اولا که اون غایبه، شما حق ندارید درباره اون صحبت بکنید مادامی که خودش نیست. ثانیا شما اون رو به تا چه حدی میشناسید؟ سالسن رابن و خامسن و نمیذارم، اجازه نمیدم که مثلا اون شخص از اون حوش، چون رابطه من و شما یه حدی شده که حدی که میشناسم شما رو، ملاحظه میکنید؟ ولی اگر که درباره یه کسی که من نمیشناسم حرف میزنن، در تایید صحبت ایشون البته من فکر میکنم که همون جوری که به حوض در این جامعه سوال بکن چیزی شخصی هست که سوال کنیم سنه چقدره، نمیده پدر مدرت کجا هم با هم جدا هم فلان، حتی سوال خوب نیست، ولی وقتی که به طور غیر مستقیم این ارتباط نزدیک باشه خود طرف میگه این اطلاعات به ملازم سوال بکنیم. بله خودم بله بله اطلاعاتون که بگیم درسته بله بله این وقتی ما هنوز چی نشده بیم سوال های چیز بکنیم خب بله ناجوره دیگه، ولی عملا به اون جواب دسترسی پیدا میکنیم در بانک. نه البته من تصور میکنم که این فرمایشات خانم دکتر باید در خانواده ها اول شکل بگیره تا در جامعه بیاد. ما حالا خیلی زود پرواز میکنیم مثلا تو که از همه مسائل فیزیکی دنیا میریم تو آخرت بدونی که اینجا رو درک کنیم، این هم باید تو مسائل خانواده و شخصیت چندگانهی که تو خانواده ها هست و این صحبت هایی که هر جا به شکل های مختلف آدم میشه، اونا برای ایندیویژوال های باید یه مقداری تا بله اول من هم که گفتم اول از خودمون باید شروع بکنیم. اولین کاری که در رابطه من بارها گفتم، همه جا هم گفتم، من اگر خودم درست کار نکنم یا درست فکر نکنم یا تعادل نشه باشم، اصلا نباید دهنم باز بکنم، چون اول باید خودم من درست بکنم، بعد از خودم به قول شما خانوادم، بعد از خانوادم دوستان میان، بعد از دوستان آشنایان میان، بعد همسایه ها میان، بعد اشخاص همکارا میان و همینطور این باید ادامه داشته باشه. ولی اگه خودم مشکل دارم، اشکال دارم، دیگه چه توقعی از بقیه میتونم داشته باشم؟ نه برای هم کس ارتباط خودش با خودش رو اول حل بود. بله اصلا خیلی خیلی کم خواهم دو تونی که الان میفهمید من کبته چیزی سرم نمیشه واقعا چیز میدونم، ولی من اصلا همین مسائل علمی رو که نگاه میکنم بعضی هاشو تو خیلی 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 کم میبینم. بله. در افراد دارم جسارتی به کسی نشده باشه، ولی برحال آزادی بیان اجازه میده که من نظرم رو بدم. ولی من خودم اصلا نگاه میکنم اکثر صحبت ها که میشه در جامعه افراد زبون فارسی داریم با هم حرف میزنیم، هم دیگر نمیفهمیم. درسته اصلا نزدیکان زبون فارسی اصلا ارتباطات صفره. بله. واقعا صفر، یعنی اون پرش و اون جهش و اون چیزایی که میبینیم هست. و اصلا مثلا الان اگر فردا اینجا من به یکی انتقاد بکنم ممکنه مثل ترقی بپرده، من خودم به اونجای رسیدم که اگه همه شما الان بگید تو چقدر آدم احمقی هستی ببخشید، میگم من میدونم، واقعا خودم میدونم، هر که من بگید تو چقدر نادانی اینو میدونم، چون مقایسه میکنم با آدم های دانا و اینم کجای کارم مثلا هیچ جا نیستم، ولی این حرف رو شما نمیدونید به کسی که به مراتب پایینتر هست، یعنی پایینتر نمیشه گفت ولی کمتر تجربه داره، کمتر کار کرده، کمتر دیده،
حتی در کاری که خود آدم صد بار کرده یکی دیگه نکرده بهش دستور میده میگه تو این کارو بکن، خود میگه که نمیشه اصلا، میدونی تحکیم فشار میاره که باید بکنی. ارتباطات واقعا در بین آدم ها بسیار 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 ضعیفه، یه رشته مو و نازکه که همیشه هم در حال پاره شدن هست. ببخشید. نه خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم چه بحث جالبی رو، من رو گفته آقا زهرالاکویی رو زیاد گوش کردم و صحبتاشون و اینها رو دقت کردم رو گفته ایشون، هم بینم چقدر این مسائل علمی که الان شما میفرمایید با مسئله روانشناسی ارتباط داره و چقدر همه اینها با ساینس فیزیک، بله بله، قوانین ریاضی و فیزیک و فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی در دید دانشمندان بزرگ چقدر اینا نزدیک با هم دیگه. واقعا بسیار جالب، بسیار ممنون، سپاسگزارم. نه ولی همین، نه خواهش میکنم، اینا همش همینه که بایستی یه جایی برسه که وحدت ایجاد بکنه. اگر که در خودم باید وحدت ایجاد بکنم، در خانواده‌ام باید وحدت ایجاد بکنم، در جامعه وحدت ایجاد بکنم، و اینا همش الان به قول شما این خود شلوغ پلوغ شده به خاطر این چند لایه بودن هر کدوم ما. و اگه ما به خودمون برگردیم و از مغز پیشونیمون مدد بخواییم، بسیاری از مشکلات خودمون اول حل میشه و بسیاری از مشکلات خانوادگی و جامعه من حل میشه. چون وقتی که من از مغز پیشونیم، اولا مغز پیشونی و مغز عاطفی به طور خیلی پیچیده با هم دیگه در ارتباطن. یعنی شما وقتی که یک خبری یا یک ناراحتی یا یک استرابی شما دست میده، دیگه اون مغز این لیمپیک یا مغز عاطفی به شما مجال نمیده که برید تو مغز پیشونی، اون مثل ناین مان مان میمونه. یعنی فوری بایستی یک کاری بکنید، نمیتونه به حساب فورا میره اونجا. ولی کن که الانی ما خیلی داریم نشون میدن محققین و دانشمندان که با یک وسائلی و با یک چیزایی میتونن که این لیمبیک سیستم رو آرامش بکنن که بتونه شخص قبل از اینکه به حساب هم فیوزش بترکه یه خود صبر بکنه و از اونجا شیارهایی باز بکنه به مغز پیشونی، و هرچی این شیارها رو بیشتر بکنه، بیشتر بکنه، اون راه جاده شما رو آرامتر و آرامتر و آرامتر میکنه. این که دیگه وقتی یک مشکل ایجاد شد، شما به طور طبیعی سکن نیچر یه خود چند نفس عمیق میکشید و صبر میکنید و به اون طرف چیز هدایت میشید، به جای اینکه به این لیمبیک سیستم هدایت بشید. و همین شخصیت های متعادل و غیر متعادل رو ما درباره صحبت خواهیم کرد، ولی اساسش همینه که شما از کدوم طرف مغز کمک بخواهید و در کدوم طرف مغز دارید زندگی میکنید. و اکثر ما، یعنی تحقیقات داره نشون میده که 80% از مردم در لیمبیک سیستم هن. خیلی خنده داره، یعنی 80% و 20% ممکنه یه خورده عقلانیت رو به کار ببرن و معقول و اینا باشن، ولی با وجود این خیلی 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 ما مجال داریم که به حساب چیز بکن، تکامل رو ادامه بدیم. و باعث تأسفه که نکنیم این کارو، چون خیلی خیلی راحت، خیلی آسونه و هیچ کمکی به هیچ چیم نداریم، فقط کمک به واقعا به خودمون داریم که به خودمون برگردیم، که انشالله بعدم صحبتشو میکنیم. دوست دارید یک دهنی تازه بکنید، زبونی تازه بکنید؟ نه هنوز نه.